کجا فهم صدا هم میره؟ من صدا هم هست. سلام، وقت بخیر خدمت همکاران عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه، شاد تندرست باشید. امیدوارم که صدای منو داشته باشید. امروز خیلی خوشحالم که این وقت برای من فراهم شده که بتونم در خدمت شما عزیزان باشم. خب همونطوری که میدونید موضوع صحبت ما امروز در مورد قرینه سازیه. من میخوام یک راهکار ساده‌ای که خودم تو مطب معمولا انجام میدم رو براتون اینجا صحبت کنم در موردش. امیدوارم که مفید واقع بشه و بتونیم در مورد این قرینه سازی ها کمکی کرده باشم به همکاران عزیزم. خب میخوام امروز صحبت کنیم که چطوری میتونیم کامپوزیشن هامون رو قرینه کنیم. یک روش ساده رو برای فینیش و پالیش و قرینه سازی داشته باشیم انشالله و بتونیم مباحث رو با همدیگه جلو ببریم. فکر کنم حدود مثلا 45 دقیقه 50 دقیقه من در خدمت شما عزیزان باشم. وقتی که میخوایم قرینه سازی رو انجام بدیم، اولین چیزی که برای ما داره اهمیته اینه که بفهمیم که اون سطحی که میخوایم قرینه سازی رو روش انجام بدیم و میخوایم یه سطحی رو قرینه یه سطح دیگه کنیم، حالا میتونه اون سطح یه کامپوزیت ونیری باشه که ما انجام دادیم، میتونه دندون طبیعی خود اون شخص باشه. مثلا فرض کنید که دندون یک سمت چپ بیمار دندون طبیعیمون، یک سمت راست رو ونیر کردیم یا یک کلاس فور یا یک بیلداپ انجام دادیم و میخواییم که این دندون رو قرینه دندون سالم بیمار بکنیم. یا نخیر، ما یک ونیر کامپوزیتی داشتیم انجام دادیم، میخواییم ونیر کامپوزیت دندون بعدی رو که انجام میدیم بیایم عیناً قرینه دندون متناظرش بکنیم. برای این کار اولین چیزی که برای ما داره اهمیته اینه که ما بفهمیم که این سطح آیا سطح تکسچر داره یا یک سطح صاف و با دیتیلز خیلی کمه. این خیلی داره اهمیته. خب اولین کمکی که ما داریم چشمامونه. ما از طریق بیناییمون میتونیم سطح رو بررسی کنیم ببینیم که آیا شیار روش هست نیست، تکشرها عمیقه یا نه، یه سطح صاف ساده است. پس اولین راه کمکمون چشمه، ولی خب میدونیم که با چشم خیلی سخته که این کار رو انجام بدیم و خیلی وقتا ما نیاز داره که از وسایل و ابزارهایی استفاده کنیم که بتونه این قرینه سازی رو برای ما بهتر انجام بده. خب وقتی که میایم مطالعات رو بررسی میکنیم میبینیم که خب توی اکثر جاها مواد و وسایل مختلف راه‌های مختلفی رو برای شناسوندن این تکچرها به ما آموزش میدن. یکی از ابزارهایی که معمولا در لابراتوارها استفاده میشه بیشتر، حتی دندانپزشکان هم میتونن ازش استفاده کنن، مثلا پودرهای نقره است. همونطور که تو شکل وسط میبینید الان پودر نقره روی این دندونی که کار شده بوده اعمال شده، میبینیم که سطوح برجسته، تقعرها، تکچرها، ماکرو تکچرها و میکرو تکچرهاش قابل مشاهده شده و ما میتونیم اون رو ببینیم و روی دندونی که میخوایم درمان رو انجام بدیم پیاده بکنیم. معمولا میگم این رو بیشتر در لابراتوارا میبینیم یا دندانپزشکان خیلی پروفشنال معمولا این کار رو انجام میدن. سرامیست ها خیلی علاقه دارن به این پودرها، ولی معمولا به صورت روتین در کامپوزیت ونیرها یا درمانهای ساده مطبی این انجام نمیشه و این معمولا ما به صورت روتین از اینها استفاده نمی کنیم. یکی از وسایلی که خیلی روتین تو مطب همه ما پیدا میشه و ما خیلی باهاش سر و کار داریم کاغذهای آرتیکولاتور یا همون کاغذهای کپیه که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. میتونیم اون رو مثلا روی دندون بکشیم، مثلا بزنیم رو شستمون روی سطح دندون بکشیم، همونطوری که تو شکل سمت راست میبینید جاهایی که برجستگیه و ریچ های دندونه و جاهایی که تقعره از همدیگه تفکیک میشه. برجستگی ها رنگ میگیره و تقعرها میبینیم که هیچ رنگی رو نمیگیره و ما میتونیم بفهمیم که ساختار دندون به چه صورته، کجا از بقیه جاها برجسته‌تره، لاین انگل ها و ریچ ها کجا هستن و تقعرها و تکچر هامون میتونه تو کجا واقع بشه. خب یک درمان، یک وسیله کمکی خیلی
ارزان و در دسترس همه ما هست و همه مطبع پیدا میشه. پس ما خیلی ساده میتونیم اون رو مثلا روی انگشت اشاره یا روی انگشت شستمون قرار بدیم، بکشیم روی سطح دندون یک یا دو یا هر دندون دیگهی که میخوایم تا ساختارهای دندون برای ما تفکیک بشه و ما بتونیم اونها رو بازسازی بکنیم. اما وسیله‌ای که معمولا خود من استفاده میکنم، نه از این پوچ‌های نقره است و نه از کاغذ آرتیکولاتور، معمولا دوست دارم که کاری که انجام میدم رو بکشم، رسم کنم جایی که دلم میخواد لاین انگل هام باشه، جایی که دلم میخواد تکچر هام باشه و همونها رو قرینه کنم. خیلی راحت تر و آسون تر، ابزار خیلی ارزونیه، یک مداد ارزون ترین ابزاری که ما میتونیم تو مطبمون داشته باشیم و قابل دسترس همه جا، حتی تو انواع درمانگاه ها، کلینیک های خیریه، اینها ما میتونیم به راحتی به یک مداد دسترسی داشته باشیم و ازش استفاده کنیم. علاقه بسیار زیادی دارم، تو همه درمان هام از این مداد ها استفاده میکنم. در کنار مداد یه وسیله اندازه‌گیری میخوام، معمولا میتونه این گیج های ساده پرگاری همونطور که تو تصویر میبینید باشه، که من خودم اینو الان نزدیک 10 ساله دارم، معمولا اینا خیلی ارزونن، به راحتی خراب نمیشن، قابل استریل هستند و ماندگار. من الان میگم خودم حدود 10 ساله دارم، برای اندازه‌گیری خیلی دقیقه، خیلی ساده است کار باهاش، نیاز نیست که حتما گیج های دیجیتال یا ابزارهای گران قیمتی داشته باشیم، با یک گیج ساده میتونیم اندازه‌گیری رو انجام بدیم. اگه گیج در دسترسمون نباشه میتونیم از پروب ها هم برای اندازه‌گیری ها استفاده بکنیم. کلا من در کارهای کامپوزیتم، چه برای سفت و صد کامپوزیت فینیش و پالیشش، از این ابزارها و فرزهایی که در تصویر میبینید استفاده میکنم. معمولا از یک فرز دور قرمز نیدل شیپ با شماره های 016 یا 018 استفاده میکنم، از مولت های زبر، حالا کاپ شیپ و مخروطی برای جاهای مختلف، یک دیسک زبر و دو تا خورشیدی، کلا وسایلی هستن که من معمولا برای فینیش و پالیش ازشون استفاده میکنم و نیازی نمیبینم که بخوام از ابزارهای بیشتری یا گرانتری استفاده بکنم. خب استفاده از مداد فقط توی درمانهای مستقیم کاربرد نداره. میدونیم که تمام لابراتوارهای ما، تمام لابراتوارهای حرفه‌ای ما از مدادها استفاده میکنن برای قرینه سازیشون، برای شکلیهیشون، برای فینیش و پالیش سرامیک ها و روکش هاشون و عملا تقریبا برای اکثرنشون غیر ممکنه که از این ابزار استفاده نکنن و بخوان درمانهای خیلی قرینه‌ای داشته باشن. تمام لابراتوارهای حرفه‌ای ما دقت کرده باشید یا اگه فالوشون میکنید در اینستاگرام، میبینید که وقتی میخوان سرامیک ها رو قرینه سازی بکنن و فینیش و پالیششون رو انجام بدن روشون و بعدش برن سراغ گلیزینگشون، میبینیم که مداد میکشن، سعی میکنن تمام جزئیات و اجزا رو با هم دیگه قرینه کنن. الان تو تصویر داریم میبینیم که این کار اتفاق افتاده و بعدش خیلیاشون در نهایت میتونن از پودرهای نقره یا پودرهای طلا استفاده کنن. معمولا پودرهای نقره طلا با رنگهای مختلف میتونن استفاده کنن و روی اون کار اعمال بکنن تا بتونن ریستر و با جزئیات بیشتر کارشون در پایان قرینه سازیشو انجام بدن. ما هم امروز تصمیم داریم از همین روش استفاده بکنیم تا بتونیم درمانهای قرینه رو ایجاد بکنیم. خب ابتدا هم وقتی که میخوایم مورفولوژی رو توضیح بدیم، قبل از که وارد قرینه سازیشیم، باید این مقدار در مورد ماکرو مورفولوژی توضیحاتی بدیم که موقع کار بتونیم مراحل قرینه سازیمون هم به همین ترتیب پیش ببریم. خب برای یک شکل دادن و یک مورفولوژی، ماکرو مورفولوژی، ابتدا هم بریم سراغ لاین انگل هامون که میدونیم هر دندون دو تا لاین انگل داره، لاین انگل های مزیالی و دیستالی. بعد بریم سراغ امبراژور این سایزالی که اونها هم مزیالی و دیستالی هستن و در نهایت بریم سراغ باکال کانتور هامون برای ایجاد مورفولوژیمون. خب الان تو تصویر داریم میبینیم قسمتی که لاین انگل مزیالی و لاین انگل دیستالیه دندون یک رو، اون فضایی که بین دوتا لاین انگل مزیالی و دیستالی هست و بهش میگن ناحیه رفلکتیو، ناحیه یا بهش میگن فیس دندون اصطلاحاً، ناحیه‌ایه که نور رو به چشم ما انعکاس میده و به چشم ما دیکته میکنه که این ناحیه
چه شکلیه، یعنی شکلش مثلثیه، مستطیلیه، مربع یا بیضیه. ما با تغییر این لاین انگل ها میتونیم این حالت رو در چشم بیننده ایجاد بکنیم و شکل دلخواهمون رو دیکته کنیم به چشم مخاطبمون. ناحیه‌ای که با قسمت زرد رنگ مشخص شده بهش میگن ناحیه شادو ایریا یا ناحیه سایه اصطلاحاً، ناحیه‌ای که نور رو رفله نمی‌کنه و نور تو قسمت‌ها انعکاسی نخواهد داشت. پس برای اینکه ما بتونیم یک درمان خیلی قینه داشته باشیم، باید لاین انگل های خیلی مشخص، ناحیه فیس مشخص و شادو ایریا های مشخص در دندان های مختلف رو داشته باشیم تا بتونیم درمان اون رو به زیبایی فینیش رو پالیش بکنیم و قرنه سازیش رو به درستی انجام بدیم. خب الان ابتداعا میخوام توضیح بدم که این لاین انگل ها رو ما اصلا چطوری میکشیم ابتداعا روی دندون مورد نظرمون. حالا فرض کنید که ما اصلا میخوام این کامپوزیمری رو انجام بدیم. معمولا به طور ساده ما با نوک مداد همونطور که نقاشی میکنیم روی دندون لاین انگل هامون رو میکشیم. معمولا از اینجایی که با موس دارم نشون میدم، از قسمت مزیال، لاین انگل مزیالی، لاین انگل اینجا میخوای مزیالی رو رسم کنیم، معمولا از ناحیه لبه این سایزها تو مزیال نیم میلیمتر میایم داخل تر از همینجا که موس رو تقریبا دارم نشون میدم و لاین انگل اون رو بکشیم به سمت سرویکال ببریم، تقریبا چنین چیزی. و برای کشیدن لاین انگل دیستالی معمولا یک میلیمتر از لبه این سایزال تو ناحیه دیستال میایم داخل تر، میایم به سمت دندون و از همونجا شروع میکنیم، همینجا که موس رو گذاشتم لاین انگلمون رو اینطوری شکل میدیم به سمت بالا میبریم به این صورت. به صورت روتین لاین انگل های ما به این شکلن، یعنی نیم میلیمتر از مزیال، یک میلیمتر دیستال فاصله دارن و وقتی به سمت سرویکال میرن به همدیگه نزدیکتر میشن. البته ما با توجه به سلیقه‌مون، با توجه به فیس بیمار، اینکه فیس بیمار ما مثلثیه، مستطیل، کشیده است یا مربعه، میتونیم شکل‌های مختلفی رو داشته باشیم. مثلا میتونیم مثل این خطوط سبزی که کشیدم به جایی که لاین انگل هامون دورتر از همدیگه بکشیم، وقتی به سمت سرویکال میرم به همدیگه نزدیکترشون بکنیم تا دندون شکل مثلثی تری رو به خودش بگیره و با فیس بیمار یا با سلایق ما در یک راستا قرار بگیرن. یا مثلا فیس بیمارمون، صورت بیمارمون مستطیلیه یا کشیده است، میتونیم لاین انگل هامون رو با هم دیگه موازی تر کنیم، مثل این خطوط بنفشی که الان کشیدم، سرمه‌ای که کشیدم، و طوری القا کنیم که دندون‌های بیمار هم مستطیلی و کشیده هستن. حالا این بیشتر برمیگرده به این که شما طبق سلیقه خودتون کار رو انجام میدید یا اینکه میاید و بر اساس صورت بیمار و شکل و فیسی که بیمار داره اون الگوتون رو انتخاب کنید. تقریبا تو قرینه سازی اگه بخوام صحبت بکنم، 90% یک قرینه سازی برمیگرده به لاین انگل ها، یعنی لاین انگل ها 80% و یا 90% کل کاره. و وقتی ما میتونیم دو تا دندون قرینه داشته باشیم که لاین انگل هاشون با همدیگه قرینه باشن و بعد میتونیم بقیه مراحل رو با همدیگه قرینه کنیم. الان تو این شکل دارید میبینید شکل سمت چپ بالا، میبینید که این دوتا دندون رو وقتی مدام بررسی کردن لاین انگلاشون رو کشیدن، دیدن علت این که این دوتا قرینه هم نیستن اینه که لاین انگل ها در یک دندون با دندون دیگه با همدیگه قرینه و تصویر آینه همدیگه نیستن. وقتی که اومدن و این دندون ها رو لاین انگل هاشو با همدیگه قرینه کردن، میبینیم که دندون‌ها کاملا یکسان و شبیه همدیگه دیده میشن. اما یه نکته ای که باید در نظر بگیریم، جدا از اون لاین انگل هایی که خودمون معمولا روی دندون ها میکشیم، همیشه به طور ذاتی یک لاین انگل هایی وقتی ما کامپوزیت ونیر انجام میدیم، یک لاین انگل های ذاتی هم روی اون دندون ها وجود داره. یعنی بالاخره ما
یک جایی سطوح فیشیالمون رو به سطوح پروگزیمالمون ختم کردیم تو اون کامپوزیت ونیرمون و در نتیجه این انگل های ذاتی بر روی اون دندون ما یا در روی اون کامپوزیت تنمه های کامپوزیت ما وجود داره. ما باید اون تنمه های کامپوزیتی رو اون لاین انگل های ذاتی رو تشخیص بدیم تا بتونیم تغییرشون بدیم و به اون لاین انگل هایی که مورد علاقه مونه و دلمون میخواد اونجا باشه تغییر فرمش بدیم. برای این کار میایم از همونطور که میبینید و موس من داره نشون میده از بدنه مدادمون استفاده میکنیم، دیگه نوک مداد استفاده نمیکنیم، از این ناحیه میایم از بدنه مداد استفاده میکنیم، اون رو به صورت زاویه 45 درجه روی دندون قرار میدیم و از بالا به پایین میکشیم. هر جایی که برجستگی باشه مداد اونجا رو برای ما رنگ میکنه و اونجا میشه لاین انگل های ذاتی که میتونه متفاوت باشه از اون لاین انگل های دلخواه ما. مثلا در مثال قبلی که زدم، اگه این دندونی بود که ما الان ونیرش کردیم و میخوایم اون لاین انگل هایی که دلمون میخواد روش بکشیم، میگفتیم که لاین انگل هامون رو مثلا به این صورت یا به این صورت میکشیم. اینا میشه لاین انگل هایی که ما میخوایم بهش برسیم و دندون رو به اون صورت فرم بدیم. ولی وقتی که میایم مداد و بدنه مداد روی دندون قرار میدیم، روی اون ترمیم کامپوزیتیمون قرار میدیم و به صورت 45 درجه تکیه میدیم روی مزیال و دیستال اون دندون و میکشیم پایین، ممکنه چنین لاین انگل هایی با این اشکال مثلا یا هر اشکال دیگه‌ای مشاهده بکنیم. و حالا این برای ما چی رو مشخص میکنه؟ مشخص میکنه که آقا من اینجاهایی که دارم با مستشون میدم اضافه است، باید از اینجاها بردارم، اینجاهایی که ناحیه شادو ایریاس رو باید از اینجاها فینیشینگم رو انجام بدم، تو این ناحیه تو ناحیه شادو ایریام این قسمت رو با فرز بردارم از داخل اینجا و همچنین توی قسمت دیسال نشون میده که من باید این قسمت سبز رنگ و این قسمت ها رو فینیش و پالیش بکنم و از بین ببرم تا به خطوط دلخواه خودم که این خطوط قرمزه مثلا در این تصویر برسم و اونها رو ثابت کنم. خب حالا که ما در مورد اون لاین انگل ها صحبت کردیم که جلوترم بیشتر در موردش صحبت خواهم کرد، باید بدونیم وقتی که من یک دندون رو تموم کردم لاین انگل هاش رو به اون صورتی که دلم خواست رسم کردم، سلام بخیر. ما فکر کنم ما هم اومدیم بیرون یه دفعه. الان صدای من داری؟ خب من از کجا باید دوره صحبت کنم؟ من چون نمیدونم از کجا قطع شد، من توی داشتم حرف میزدم.
دوستان اگه بگن کدوم اسلاید این که اول برنامه‌ریزی رو فرز برمیده. خب حالا من یه ذره از عقب‌تر شروع می‌کنم، انشالله که درست بشه. فقط بهم بگید دیگه هر جا قطع شد، چون من داشتم توی حرف می‌زدم، فکر کنم دیگه 10 دقیقه داشتم حرف می‌زدم. خب معلوم مرسی هایی سیاه اونجور گوش کنم اگه وقتی چیز بود صدا قطع شد بهم بگم. خب داشتم بالا اینطوری که به نظر میرسه اینجا قطع شده صدا، داشتم اینو میگفتم که وقتی که ما یک کامپوزیت بدیم یا یک ترمیم رستوریشن رو انجام میدیم یا یک دندون عادی داریم، یک لانگ انگل های ذاتی برای اون دندون وجود داره. فرض کنیم ما یک دندون عادی داریم، میخوایم اون رو چیکار کنیم؟ یه دندون دیگری که کامپوزیت بدیم کنیم قرینه اون بکنیم. اول باید بدونیم که اون دندون اورجینال ما لاین انگلاش کجاست، درسته؟ الان نگاه کنیم مثلا تو این دندون، برای اینکه من تشخیص بدم که لاین انگلاش کجاست، از بدنه مدادم نگاه کنید، از بدنه مدادم استفاده میکنم، میام روی اون کارم میکشم و میتونم بفهمم که مثلا لاین انگل دیستالی یا لاین انگل مزیالی این دندون کجاست. من کاری که میکنم بدنه مداد روی دندون قرار میدم با زاویه 45 درجه و از بالا تا پایین میکشم تا لاین انگل ذاتی اون دندون مشخص شه. حالا این یک راهشه، یعنی این یکی از کارهایی که ما انجام میدیم. یکی از کارهای دیگه که انجام میدیم اینه که وقتی که میایم یک درمان کامپوزیت ونیرم انجام دادیم، خب قبلش گفتم که چطوری دندون ها لاین انگل ها رو اونجا رسم میکنیم دیگه، اینه که بفهمیم آقا لاین انگل ذاتی اون درمانی که الان انجام دادیم هم چطوریه. بالاخره من اون کامپوزیت ونیر که انجام دادم یه جا سطوح فیشیالم، سطوح باکالم، با سطوح پروگزیمالم ادغام شده دیگه تو کامپوزیت ونیرم، اونها رو هم تشخیص بدم و بتونم اصلاح بکنم و برسونم به اون لاین انگل هایی که دلم میخواد. گفتم که این الان اون مثال قبلیه که زده بودم، گفتم لاین انگل هایی که ما دوست داریم بر روی این دندون باشه، یکیش این بوده یکیش این بوده، یکی تو مزیال یکیش تو دیستال. حالا ما میخوایم بیایم لاین انگل های ذاتی این رو هم تشخیص بدیم. برای اینکه لاین انگل های ذاتی این رو تشخیص بدیم چیکار میکنیم؟ گفتم بدنه مداد رو روی این دندون قرار میدم، تو مزیال یا توی دیستال قرارش میدم، میکشم، مثلا یه تصویری این شکلی و یا این شکلی میفته. حالا میتونم بفهمم که از کجاها باور دارم تا به لاین انگل های مورد علاقم برسم. الان نیا کنید تو این تصویر من میتونم بگم که از اینجاها میتونم بردارم، اینجا از قسمت داخل، اینجاها از قسمت داخل تو دیستال و تو این شدوری های دیستال هم این ناحیه رو بردارم تا لاین انگل هم تبدیل بشه به این لاین انگل هایی که الان دارید شما میبینید و این لاین انگل های قرمز اون لاین انگل های مورد دلخواه من خواهد. خب اینجا داشتم میگفتم که حتی من اینجا توضیح دادم، حالا یه بار دیگه برگردم. اینجا داشتم صحبت میکردم که هر کاری که من روی دندونی انجام دادم، هر لاین انگلی که داشتم، هر شیپی که فرم دادم، اگه میخوام قرینه سازی انجام دادم باید این همین رو، تصویر آینه ایش رو بیام در سمت مقابل انجام بدم. برای این کار ابتدا هم باید لاین انگل های خود اون دندون اورجینالم رو مشخص کنم. گفتم بدنه مداد رو روش قرار میدم به صورت 45 درجه، میکشم، لاین انگل ها ثبت میشه. حالا باید بیام این همین لاین انگل ها رو در دندون که میخوام قرینه کنم ایجاد بکنم. خب الان فرض کنید که من اینجا با این خط زرد مشخص کردم، یه خط فرضیه که من میخوام بیام از این استفاده کنم و این بر تمام لاین انگل هام مشابهش انجام بدم. نگاه کنید مثلا در قسمت لبه این سایزا نگاه میکنم که از این خط فرضی من یا این خط وسط دندون لاین انگلم مثلا نیم میلیمتر فاصله داره، نیم میلیمتر این بر فاصله میگیرم، یه نقطه قرار میدم. دوباره میام مثلا اینجا از این وسط دندون تا این لاین انگل رو اندازه میگیرم، فرض کنید که مثلا یک میلیمتر، از اینجا تا اینجا یک میلیمتر، یک نقطه قرار میدم و همینطوری نقاط دیگر قرار میدم، این نقاط رو به هم وصل میکنم و میبینم که در پایان این لاین انگل من دقیقا تصویر آینه ی لاین انگل مقابلم شد. کار بعدی که انجام میدم
اینی که میام از یه دونه برگردم عقب، میام چیکار میکنم؟ فاصله بین این لاین انگل مزیالی اورجینالم رو با این لاین انگل دیستالی دندون اورجینالم، این فاصله رو اندازه میگیرم، دوباره میام تو این سمت از این لاین انگلی که رسم کرده بودم تا اینجا اندازه میگیرم، نقطه قرار میدم، در پایینش هم دوباره از این ناحیه تا این ناحیه تو ناحیه سرویکال اندازه گیری میکنم، تو سمت مقابل دوباره نقطه قرار میدم، این دو تا نقطه رو به هم وصل میکنم و دوباره چی خواهم داشت؟ دو تا لاین انگلی خواهم داشت که تصویر آینه یکدیگر خواهند بود. خب برای اینکه این راحت تر جا بیفته، من اینجا توی یک ویدیو بهتون نشون میدم. نیا کنید الان ما اینجا دندون سمت راست، دندونیه که دندون اورجینال ماست، دندونی است که من میخوام دندون سمت چپ رو شبیه به اون بکنم. برای این کار میام بدنه مدادم رو روی دندونی اورجینالم، دندونی که میخوام اونو کپی کنم، روی دندون مقابل قرار میدم و لاین انگل مزیالی شو دیدید چطوری رسم کردم. گفتن این میتونه یک کامپوزیت ونیر، میتونه دندون طبیعی باشه. دوباره تو دیستال نگاه کنید، بدنه مداد رو قرار میدم و با صورت 45 درجه بالا پایین میکنم، هر جایی که برجستگی باشه خودش اونجا رو رسم میکنه. پس الان نگاه تو دندون اورجینال من لاین انگل مدیال، لاین انگل دیستال رو ثبت کردم. حالا میام عین اون رو اندازه گیری میکنم، یا دیگه اگه خیلی حرفه‌ای شده باشن چشمی، بعد تصویر آینه ایش رو نگاه کنید در سمت مقابل بکشید، یعنی همونقدر فاصله که خط وسط تا این نقاط وجود داره رو اینور رسم میکنم. نگاه کنید الان با این کارو کرده. برای اینکه بیام دوباره لاین انگل دیستالش هم این کارو بکنم، خیلی برای من مهمه که فیس دندون هام اندازه همدیگه باشه دقیقاً. برای این کار نیاز به یک وسیله اندازه گیری دارم، حالا میتونه پروب باشه یا میتونه یک گیج باشه که من حالا اینجا گیج رو بهتون معرفی کردم. نگاه کنید با گیج هم اندازه میگیرم، مثلا 7 میلیمتر. میام اینجا هم اندازه میگیرم، از همون نقطه شروع میکنم به کشیدن لاین انگل. حالا میتونم چند تا نقطه قرار بدم بکشم، یا مثل من اینجا به صورت چشمی نگاه کنید این کار رو انجام. خب الان چیزی که مهمه اینه که فیس دندون هم اندازه هم دیگه باشه. دو تا چیز توی قرنیه‌سازی خیلی برای من داره اهمیتی، یک لاین انگل مزیالی که عین هم دیگه، تصویر آینه هم دیگه باشه، دو اندازه فیس دندون. یا که الان فیس دندون من این ور و این ور دقیقاً اندازه هم دیگه است، اینو میام تو ناحیه سرویکال هم اندازه میگیرم، مطمئن میشم تو ناحیه سرویکال هم این دو تا اندازه هم دیگه هستن. خب اینجا نگاه کنید، الان دوباره اینجا مثلا هر اندازه‌ای بود 4 میلیمتر 5 میلیمتر بود، این بر هم دقیقاً به همون اندازه است و من به این صورت قرینه سازی و لاین انگل هام رو میکشم و میرم سراغ مراحل بعدیم که شامل فینش و پالیش اونها خواهد بود. خب حالا که این لاین انگل رو کشیدم، باید فرزم رو بردارم. گفتم من حالا معمولاً خودم از فرز دور قرمز نیدل شماره 016 یا 018 استفاده میکنم، اونو میام به صورت زاویه 45 درجه پشت لاین انگلی که دلم میخواد قرارش میدم و شروع میکنم به اصلاح کردن این نواحی، نواحی شادو ایریا، تا تمام اون خطوط اضافه برداشته بشه و فقط لاین انگل های اصلیم باقی بمونه. نگاه کنید الان اینجا تو شکل آخر دقت بکنید، همه جا برداشته شده و فیس دندون من باقی مونده و لاین انگل هایی که من دلم میخواسته بهشون برسم، اگه خطوط اضافه تری وجود داره قشنگ فینیش شده و دیگه اونجا باقی نمونده است. تو این تصویرم بهتر میتونیم ببینیم، ناکن زاویه فرز 45 درجه پشت خط اصلی، به خط اصلیمون اصلا تجاوز نمی کنیم، خطوط فرعی که با بدنه مداد رأس شده رو همه رو ور میداریم و فقط چیزی که باقی میمونه اون خطوط اصلی است که مدلمون میخواسته لاین انگلمون تو اون ناحیه قرار داشته باشه. خب بعد از اینکه لاین انگل ها رو فرم دادیم، میریم سراغ امبراژورهای این سایزالیمون. برای این کار از فرز ها استفاده میکنیم. من معمولا از فرز های زبر استفاده میکنم، چون دوست دارم که با یک حرکت یا دو حرکت اون فرز زبر کار خودش رو انجام بده، تو ناحیه ناحیه پالاتال یا لینگوال وارد میشم، برای اینکه اگه خطا و اشتباهی رخ داد روی فیس کار من تاثیر نداشته باشه، سرعتم رو به شدت پایین میارم و از فرزهای ضرب استفاده میکنم.
یه دونه بزنم عقب، بذاره تون رفتم. یادمون باشه که امبراژورهای دیستالی همیشه گردترن، امبراژورهای مزیالی معمولا استریترن. تمام این امبراژورها تو خانومها گردتره، تو آقایون استریتره. بعد از اینکه امبراژورهام رو اونجا فرم بدم، میام سراغ باکال کانتورم. تو وقتی میخوام باکال کانتورم رو فرم بدم، دندون رو به سه قسمت مساوی تقسیم میکنم. لزوماً خیلی اوقات نیاز نیست که این سه قسمت مساوی باشن، بستگی به این داره که من دلم میخواد دندون کشیده تر دیده بشه یا دندون از چیز واقعیش کوتاه تر دیده بشه. اگه بخوام دندون کشیده تر دیده بشه، میتونم یک سوم سرویکالیمو کوچکتر کنم، یک سوم میدلم رو بزرگتر کنم، یا برعکس برای اینکه دندون کوتاه‌تر انجام دیده بشه. خب پس من یک سوم سرویکال خواهم داشت، یک سوم میدل خواهم داشت، یک سوم این سایزال خواهم داشت. فرزمو برمی‌دارم، استفاده ازش می‌کنم. یادم باشه توی یک سوم سرویکالی فرز به سمت سرویکال، توی یک سوم میدل فرز صاف، توی یک سوم این سایزال فرز به سمت این سایزال قرار می‌گیره و اون ناحیه رو، حالا تو اون یک سومی که قرار داره رو فلت میکنه و بین دو تا لاین انگل من نباید برجسته و یا گنبدی شکل باشه. معمولا بین دو تا لاین انگل ما به چه صورته؟ به صورت فلت خواهد. خب بریم نحوه کشیدن لاین این یک سوم ها رو با هم ببینیم. اول میام سراغ دندون اصلیم، دندونی که میخوام اون رو به عنوان الگو انتخاب کنم. دور بدنه مداد رو توی اون ناحیه قرار میدم. نگاه کنید جایی که برجستگی هست رو برای من شکل میده. دوباره نگاه کنید توی یک سوم این سایزالی دوباره قرار میدم. نگاه کنید هر جایی که برجستگی بود و خود مداد رنگ میکنه، این میشه الگوی من، جایی که من میخوام حالا دندون بغلی رو عین اون بکنم. خب حالا که من میدونم الگوی من یک سومش کجاست، میام عین هم رو نیاکه مستقیم میرم و در همون ناحیه چکار میکنم، اون یک سوم هم رو رسم میکنم تا دقیقا بدونم که یک سوم ها کجا باشه، تا دندون های من کاملا قرینه هم دیگه بشه. الان تو تصویر داریم میبینیم که این دندون ها کاملا الان یک سوم های یکسانی رو با هم دیگه دارم. پس به همین سادگی از ابزار مداد استفاده میکنم و میتونم لاین انگل هام رو شکل بدم. بعد میام حالا این باکال کانتوری که فرم دادم توی سناهیه رو، حالا میتونم از فرز یا از دیسک های مختلف استفاده کنم و اونها رو گفتم که توی یک سوم سرویکال به سمت سرویکال، توی یک سوم میدل صاف و توی یک سوم این سایزال به سمت این سایزال فرم میدم تا دندون از حالت یک پارچه و یک تیکه و مستدون خارج بشه و یه تحدب طبیعی رو به خودش بده. بعد از این کار میرم سراغ ماکرو تکشر هام. خب میدونیم که ما دو تا ماکرو تکشر داریم، یه دونه توی مزیال یه دونه توی دیستال. معمولا ماکرو تکشر های مزیالی بلندتر، عمیق‌تر اما باریک‌تر هستن. ماکرو تکشرهای دیستالی معمولاً کوتاه‌تر، کم عمق‌تر اما پهن‌تر هستن. اونا رو میگم دوباره با مداد می‌کشم و شروع می‌کنم آروم و با فرزم توی اون ناحیه رو فرم دادن و شیک دادن و اون سعی می‌کنم که اول بیام اونو توشون رو مشکی کنم، یعنی با مدادم کلاً پررنگشون کنم و اون فقط رنگ مداد رو از اونجا بردارم، چرا که بتونم عمق هام رو کنترل کنم و بیش از حد عمیق نشه این شیارهای من. یادمون باشه که بهترین حالت اینه که سرعت خیلی کم داشته باشیم توی مواقع تا خطاها به حد اقل خودشون برسن. خب الان اینجا هم داریم میبینیم، پس اول ماکرو تکشرهای یک دندون رو میایم مشخص میکنیم و همون رو میبریم روی دندون مقابل رسم میکنیم و عین همون حالت رو ایجاد. خب الان تو تصویر داریم میبینیم این دندون اورجینال منه. من میخوام این دندون رو بیام قرینه دندون سمت راست بکنم، دندون سمت چپ رو قرینه دندون سمت راست بکنم. چیزی که برای من مهمه اگه دقت بکنید اینه که بیام لاین انگل های مزیالم در ابتدا تصویر آینه هم دیگه باشن. این دندون اورجینال منه، میخوام اینو شبیه این بکنم. میام لاین انگل همون لاین انگل رو رسم میکنم،
چیزی که برام مهمه اینه که فیس دو تا دندونم اندازه همدیگه باشه تو نواحی مختلف، چه تو ناحیه سربیکال چه تو ناحیه لبه اینسایزال عین همدیگه باشه اندازشون. پس اول لاین انگلای مزیالی خیلی اهمیت داره، بعدش اندازه فیس دندون. اگه قرار تفاوتی هم داشته باشن باید تو ناحیه شادو اریا های دیستال باشه چنین چیزی. بعد یک سوم هام نگاه کنید، یک سوم هام باید در هر دو دندون عین همدیگه باشه. اینجا با بدنه مداد رقص میکنم، هر جایی که تو دندون اورجینالم هست و دندونی که میخوام الان قرینش بکنم همونجا یک سوم هام رو رقص میکنم و خیلی برای من مهمه که این یک سوم ها اندازه هاشون با هم برابر باشه. دوباره تو دندون اورجینالم مدادم رو قرار میدم توی شیار و بالا پایین میکنم، هر جایی که انداخت اون شیارها رو عین همون ها رو با حفظ همون فاصله ها تو دندونی که میخوام قرینه بشه ایجادش میکنم و میام میرم سراغ فینیش و پالیشم. خب حالا میبینیم که این دندون ها الان چقدر، اینا دندون که با هم قرینه نبود الان اینجا چقدر قرینه هم دیگه شدن با رعایت اون اصولی که تا اینجا در مورد صحبت کردیم. یا مثلا در این کیس که ما اومدیم کامپوزیت ونیلش انجام دادیم، اولی پاراتال شل ساختیم، دیواره های پروگزیمالی از جنس مینا براش ساختیم، به صورت فری هند کار کردیم، اومدیم دنتینمون رو قرار دادیم، معمولان هام رو فرم دادیم، شیارهای توی دنتین هام رو فرم دادیم، انامل روش کشیدیم، دندون مجاور رو اومدیم دوباره این همون روش قبلی پاراتال شل، دیوارهای از جنس مینا و استفاده نوارهای سکشنال توی دیستال و مزیال فرم دادیم و در نهایت اومدیم همزمان با هم قرینه سازیشون رو انجام دادیم. دوباره گفتم چیزایی که مهمه اینه که لاین انگل مزیالی من هر جا هست لاین انگل مزیالی اون هم تصویر آینه ایش باشه، یعنی فاصله از خط وسط تا یک دندون هر اندازه‌ای هست، مثلا 1 میلیمتر 2 میلیمتر تا دندون مجاور هم همون اندازه باشه، تو نواحی مختلفی اندازه‌گیری رو رعایت بکنم. مثلا اگر این ناحیه تا این ناحیه 2 میلیمتر سمت متناظرش هم 2 میلیمتر باشه، فیس دندون من دقیقاً اندازه‌های مساوی همدیگه داشته باشه. حالا ما میتونیم اشکال مختلف رو تو این دندون‌ها داشته باشیم، لاین انگل‌های مختلف. الان مثلا در این تصویر ما داریم میبینیم که من 2 تا فیس برای دندون ایجاد کردم، یه فیس بزرگتر که این لاین انگل هاشه و یک فیس کوچیکتر در فیس بزرگتر قرار دادم که این لاین انگل هاشه و اومدم بین این 2 تا تصویر رو اینجاهایی کردم دارم با موس نشون میدم رو تقابل ایجاد کردم. پس وقتی که من میام با مداد این کار رو انجام میدم و اندازه گیری هامو با گیج یا پروب انجام میدم دقیق، میتونم انتظار داشته باشم که در نهایت به چنین نتیجه قرینه‌ای هم برسم و دندون هام کاملا قرینه هم دیگه و شبیه هم دیگه باشه و رفله های نوری که میده، جاهایی که انعکاس پیدا میکنه، ترانسلوسنسی هاش، هایت آف کانتور هاش دقیقا مشابه و عین هم دیگه باشه. این هم نماهای جانبی همون کاره که داریم میبینیم، میبینیم که چقدر اینها حتی نماهای جانبی به هم دیگه شبیه هستند و کاملا، چرا؟ چون اصولی که رعایت شده یک اصول کاملا یکسانی بوده. خب تو پایان من تا اینجا مطالب تموم شد، تا دیگه گفتم یه کیس بذارم روی یه دونه کیسی که انجام دادم، حالا امیدوارم که کیفیتش خوب باشه با سرعت اینترنت و چیزهایی که هست. این یه دموی زنده بوده که من چند وقت پیش انجام دادم، 2 تا دندون سانترال را اومدم کار کردم. گفتم توی این 10-15 دقیقه آخر من بیام اینجا رو من براتون بذارم و بتونم روی همینم براتون توضیح بدم و صحبت هامو پیش ببرم. خب الان نگاه کنید دوستان، من کامپوزیت گزیارمو انجام دادم، یک دندونم رو دارم میام اندازه میگیرم، این دندونی هست که فینش پالش رو تموم کردم، این دندونی هست که تازه کامپوزیت رو گذاشتم و میخوام بیام این رو دقیقا شبیه این بکنم، یعنی میخوام دندون سمت راست بیمار رو قرینه دندون سمت چپش بکنم بعد از پایان کامپوزیت این رو اولم. اولین کاری که میکنم واقعا میام ببینم که آیا اندازه واقعی دندون سمت چپ و دندون سمت راست مثل همدیگه هست یا نه. پس میام با یه وسیله اندازه گیری، گفتم میتونه پروب باشه یا میتونه گیج باشه، اندازه دندون اورجینالم به دندونی که میخوام به عنوان الگو انتخابش کنم رو میگیرم. مثلا الان اینجا داریم میبینیم که تقریبا 8.5 میلیمتر عرض این دندون،
میام دندون بغل نگاه میکنم که ببینم آیا اونم به همین اندازه است، میبینم که سایزش مقدار بزرگتره، تقریبا 0.5 میلیمتر. واقعیت این دندون بزرگتر، دیسک رو بر میدارم و اول شروع میکنم از دیستال دندونی که میخوام قرینش کنم کم میکنم. دوباره قطعا اندازه گیریامو انجام میدم، نگاه کنید اندازه میگیرم ببینم که آیا به همون عدده میرسم. هنوز یه دهم دو دهم زیادتره، سعی میکنم دوباره اون یه دهم دو دهم رو جبران بکنم. پس اولین چیزی که برام خیلی داره اهمیت اینه که اول قبل از اینکه اصلا برم سراغ لاین انگل هام، اندازه چشمی و اندازه واقعی بتونم دوتا دندونم رو یکسان بکنم. پس اول با یه وسیله اندازه گیری مثل گیج، یا اگه وسیله نیست مثل پروب، یا که اینجا اندازه میگیرم این دندون رو، مطمئن میشم که با این یکی دندون سایزهاشون با هم برابر. ببخشید اینجا بعضی جا کله من میاد تو تصویر، معذرت میخوام، ولی خیلی فکر نمی‌کنم والا اهمیت داشته باشه، انشالله که جلوتر بهتر باشه. خب پس اول میام به صورت واقعی دو تا دندون رو سایز هاشون رو با هم برابر می‌کنم، چون اگه واقعا سایز دو تا دندون با هم برابر نباشه، مخصوصا دو تا سانسور که خیلی تو چشمه، من ترجیح می‌دم این خطایی داشته باشم تو دندون‌های بعدی داشته باشم، نه تو دندون‌های اولیام. خب تو دندون‌های یک هم سعی می‌کنم همه چی اندازه هم باشه، حالا اگه قراره خطایی هم باشه تو دندون‌های دو یا دندون‌های سه باشه. حالا ببین، حالا اینجا بدنه مدادم رو دندون اورجینالم قرار میدم، توی دیستال و مزیال با بدنه مداد میکشم، لاین انگل ها مشخص میشه، دیدید؟ حالا میام رو دندونی که میخوام قرینه کنم، عین همونها رو حالا چه با اندازه‌گیری یا به صورت چشمی، میام تصویر آینه اینا که لاین انگل مزیال رو میکشم روی دندونی که میخوام قرینش کنم. دوباره حالا میام با فیس دندون رو اندازه میگیرم ببینم که سایزش چقدره، اون برم بیام دقت میکنم، همون رو دوباره چکار میکنم. حالا میتونم نقطه بذارم، نقطه ها رو به هم وصل کنم، یا دیگه من دیگه عادت کردم همون نقطه اولی که میذارم دیگه چشمی بقیهش رو میکشم دیگه، این جزء عادت های بعدیه که من دارم. و یعنی بهترین حالت اینه که چند تا نقطه بذاریم، اندازه ای بگیم چند تا نقطه بذاریم، نقاط رو به هم وصل کنیم تا دقیق بره. نقاط تو یک سومای سرویکالشون هم مشخص کردم، دیدید الان اومدم رو دندون اورجینال دیدم یک سوم سرویکالش با بدنه امداد مشخص کردم، روی این هم مشخص کردم و الان نگاه کنید دارم لاین انگل هامو رسم میکنم. حالا فرزم رو نگاه کنید، با زاویه 45 درجه پشت این لاین انگل قرار میدم و شروع میکنم اصلاحاتم رو انجام دادن، حالا هم در مزیال هم در دیستال. دقت کنید الان زاویه فرز 45 درجه است، فرز دور قرمز شماره 016 یا 018، دقت کنید الان من قشنگ تو تصویر مشخصه دارم پشت لاین انگل رو تو ناحیه شدوری اصلاح میکنم، روی لاین انگلم تجاوز نمیکنم، یعنی سعی میکنم که نگاه کنید یه لاین انگلم روش چیزی نره. الان دقت بکنید، نگاه کنید چطور ناحیه مزیاد دقیقاً سعی میکنم که فقط نقاط اضافی رو بردارم با زاویه 45 درجه تو ناحیه دیستال و ناحیه سرویکال هم به همین حالت، تا دندون ها از لحاظ لاین انگل ها کاملا شبیه به همدیگه بشه. خب نگاه کنید الان میام چک میکنم، یه مداد با رنگ دیگه برداشتم، اومدم 45 درجه روی دندون قرار دادم، دارم چیکار میکنم؟ از بالا پایین میکشم، میبینید که الان دیگه لاین انگل های ذاتی این دقیقاً با لاین انگل هایی که من کشیده بودم دقیقاً روی هم دیگه تطابق دارن و من میفهمم که الان لاین انگل هم اصلاح شدن. یه جای کوچیکی مثل این جایی که الان متفاوت بود، یه ذره بیرون طرف افتاده، همونجا رو هم اصلاح میکنم تا دندون هم 100% قرینه هم دیگه بشن. ببینید الان یک سوم سرویکالی و یک سوم های این سایزالی رو دارم مشخص میکنم، رو دندون اورجینال هم هر جا بود اون اومدم روی اونجا کشیدم. خب قبل از اونم که باید بیام امبراجور های این سایزالی مو گرد کنم، این دندون اورجینال هم رو نگاه میکنم. معمولا تو دندون های یک چهارم این سایزالی شروع به گرد شدگی میشه و از پایین تر از یک چهارم این سایزالی شروع به باز شدن بین دو تا دندون انجام میشه. نگاه کنید مستقیم میرم داخل، مقداری دستم رو چکار میکنم؟ کج میکنم و ارتفاع ها رو هم یکی میکنم. نگاه کنید الان
خیلی آروم با دیسک زب نگاه کنید، دارم از پشت میرم، ببخشید دوباره موهای من اومد تو تصویر. دیدید که امبراژورهای این سایز داریم رو کاملا شبیه همدیگه کردم و الان نگاه کنید قشنگ امبراژور این سایز تو دیستال و مزیال این دو تا دندون کاملا شبیه همدیگه است. بعد از اون میرم سراغ باکال کانتورم، نگاه کنید با همون زاویه‌ای که گفتم تو یک سوم این سایز به سمت این سایز ها میام، بین دو تا لاین انگلم رو فلت میکنم و دقیقا شبیه به دندون متناظری که الگومه میکنم. دقیقا تو نایه یک سوم سرویکالی دست زاویه 45 درجه به سمت سرویکال به این صورت و اگه اضافاتی اونجا دارم نیاکن خیلی آروم میرم و تو نایه یک سوم سرویکالی نیاکن نیم میلیمتر وارد شیار لثه‌ای میشم و اونجا رو اصلاح میکنم به این صورت که دارید میبینید. خب پس یک سوم سرویکالی رم به همین حالت با کار کانتورش رو فرم دادم. الان دو تا دندون من ببینید که هرچی میگذره چقدر به همدیگه شبیه تر میشه. خب گفتم از دیسک ها هم میتونیم استفاده کنیم، اگه بخوایم با کار کانتور رو مقداری فرم بدیم از دیسک ها هم میتونیم استفاده کنیم. نگاه کنید الان دقیقا مدل این کار رو انجام میدیم و ببینید که چقدر همه چی داره با هم شبیه هم دیگه میشه. من یه مقدار دیگه دارم توی لاین انگل مزیالیم یه مقدار برجستگی احساس میکنم در دندون شاهدم و دارم نگاه کنید دوباره اونجا لاین انگل رو رسم میکنم و مطمئن میشم که دوتا لاین انگل ها موازی هم دیگه، قرینه هم دیگه و در یک سطح و در یک الاین هستن با هم دیگه. ممکنه من وقتی میخوام قرینه سازی بکنم چند بار مجبور بشم لاین انگل هام رو بکشم، چندین بار مجبور بشم که اونجا رو اصلاح کنم تا مخصوصا تو دندون های یکم، چون مهمترین دندون ها برای من دندون های شماره یکه که خیلی 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 قرینه سازی توشون داره اهمیته. چرا؟ چون که مخاطب من کاملا میتونه اونها رو مورد آنالیز خودش قرار بده. پس شاید بعضی مراحل یکی دو بار تکرار بشن من بتونم، قرار نیست که حتما با یک بار انجام دادم بهترین اتفاق برای من بیفته. ممکنه وقتی من دارم قرینه سازی رو انجام میدم بعضی مراحل رو مجبور شم مثل اینجا که دارید میبینید یک بار دیگه بعضی مراحل رو تکرار کنم تا به ایدئال ترین حالت خودم تو اون ناحیه ها برسم. میگم این تصاویری که دارید میبینید یه دونه از کارهای لایوی بوده که من توی سر کلاس انجام دادم. بعد از این مرحله که لاین انگل رو فرم دادم میام اینترپروگزیمال پالیشی میکنم، از کانتکت رد میکنم، زیر کانتکتم رو نگاه کنید میام با یک استریپ کامپوزیتی اونجا رو چیکار میکنم، استریپ میکنم تو ناحیه هم تو مزیال هم تو دیستال. معمولا از یک رنگ یا دو رنگش بیشتر استفاده نمیکنم، زیر کانتکتم رو معمولا یک ذره استریپ میکنم تا اگه تزرسی اونجا وجود داره از بین بره. معمولا این کارو نمیذارم آخری، مثلا بعد از این کارو انجام میدم زرد خونریزی اینا راه میفته. ترجیح میدم که اول کار باشه که وقتی دیگه کارم داره پایان میپذیره اینا قطع شده باشه تا بیمار وقتی میخواد خودش رو ارزیابی کنه خیلی زشت دیده نشه. خب پس نگاه کنید الان لاین انگل های خیلی شارپ تر و تمیز عین دندون اورجینال هم داره. حالا نکته ای که مهمه وقتی که میرم سراغ اسموس کردن سطح هم نکته دوباره میگم بعضی جاها رو من باید چندین بار تکرار کنم. میگم مثلا یه جایی رو مثلا من که یه ذره وسواس دارم اگه جایی رو ببینم مثلا ایراد داره رو سریع دوباره همون کار رو تکرار میکنم و مطمئن میشم که همه چی با هم دیگه قرین است. حالا میرم سراغ اسموس کردن سطح هم. دوستان نگاه کنید من کاپ رو برمیدم، یک کاپ زب نایه شادو ایریا ها میکشم. نگاه کنید یه کاپ زب قشنگ میتونه تمام رد فرس های منو ببره. نگاه کنید تو نایه پروگزیمال عمود میگیرم شو نایه پروگزیمال مثل همین تصویری که الان دیدید، دیدید چقدر عمود تو نایه قرار گرفته بود تا بتونه کل اون نایه رو برای من نگاه کنید. الان تو نایه مزیال دارم قرارش میدم، داره عمود قرارش میدم تو اون نایه تا بتونه اون نایه رو برای من تو فیس دندون و بدنش استفاده میکنم. یعنی نوک بدنش استفاده میکنم برای اسموس کردن
سطح رویی کارم بین دو تا لاین انگل. یادمون باشه که نباید لاین انگل ها رو بهشون تجاوز کنیم. باید اگه من به لاین انگل هم تجاوز کنم و روی اونها بکشم، اتفاقی که میفته اینه که لاین انگل ها جابجا میشه و دوباره دندون های من دیگه شبیه هم دیگه نیستن. نکات نایو پروگزیمال به این حالت الان تو دیستال دقیقاً میبینید که نحوه گرفتن مولت من به چه صورته، مولت کاپ رو به چه صورت میگیرم تا قشنگ ناحیه پروگزیمال. اینجا معمولا نباید از مخروطی ها استفاده کنیم، چون از مخروطی ها اگه استفاده بکنیم اونجا رو تقعر میده و مشکلاتی رو برای من ایجاد میکنه. حالا از ناحیه پشتم، اینجا من دارم از ناحیه پشتم و لبه این سایزالم دارم اصلاح میکنم تا بتونم به بهترین حالت اون رو فرم بدم. خب اگه نیاز باشه اونجا رو هم کاپ میزنم تو ناحیه پشت دندونامم و اونجا رو هم اسموس میکنم. هر جایی که فرز زدم و نگاه کنید با مولت میرم، هر جایی که فرز خورده باشه رو با این مولت زب. آقا من چرا مولت زب رو انتخاب میکنم؟ چون مولت زب رو که قشنگ میتونه جای فرز ها رو برای من ببره. من مولت های نرمتر توانایی این کار رو ندارم. من یک مولت زب کاپ شیپ انتخاب میکنم برای این کار، چون میتونه به بهترین حالت ممکن اون کاری که من میخوام رو برام انجام بده. و الان شما میبینید که سطح من رو چقدر داره اسموس میکنه با یک مولت خیلی ارزون. حالا نگاه کنید شیار هامو چطوری رسم میکنم. اول میام تو دندون اورجینالم، نگاه کنید مداد رو فقط بالا پایین میکنم، هر جایی که شیار افتاده باشه برای من سیاه میشه. حالا میام عین همون رو با همون فواصل میام رو دندون اورجینالم انجام میدم. نگاه کنید به این حالت و به این حالت، تقریبا از هر چیزی که اینور بود رو دارم این بر هم مثل همون رو میکشم. پس اول حالا فرزم رو دقت بکنید، ببخشید دور سر من اومده اینجا جلوی تصویر، فقط رنگ مداد رو برمیدارم به صورت جارویی، فقط رنگ مداد رو برمیدارم ببینید خیلی عمیق نمی کنم، باید این عمقی که دارم میدم خیلی کنترل شده باشه. هر جایی هم چشم احساس کنم نیاز به اصلاح داره انجام، بعد میام با یک حالا مخروطی زبر دوباره میام چیکار میکنم توی شیارهایی که ایجاد کردم و اسپوس میکنم. اینجاست که مخروطی به درد من میخوره، مخروطی اینجا به درد. بعد میام با یک خورشیدی دیگه حالا رو کل دندونم میکشم، هم رو دندون مدادهای رو دندون اورجینالم پاک میکنم، هم دندونی که قرینش کردم توی شیار هام میکشم. یادمون باشه که از خورشیده وقت استفاده کنیم سرعتمون خیلی کم باشه. نکنید چقدر تو همه جهات من استفاده میکنم با سرعت کم، با فشار دست کم. و در حین این کار نکنید دستیارم داره مرتب برای من آب میریزه، نمیذاره که دندون از یک گرمای زیادی برخوردار بشه، باعث میشه که دندون همیشه خنک بمونه و من بتونم کارم رو ادامه بدم. ببینید که چقدر این دو دندون دارن شبیه هم میشن، تمام تکسچر هاشون، رفله های نوری که دارن ایجاد میشه. و ما از خورشیدی اولمون برای چه کاری استفاده میکنیم؟ برای اینکه دندونمون ریز اسموس بکنه و بتونه یک سطح کاملا 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 صافه. قرار نیست که خورشیدی اولمون که خورشیدی رنگ کالباسیه بیاد برای من یک سطح درخشنده رو ایجاد بکنه، نه، این قراره که فقط سطح رو برای من صاف بکنه. و بعد من بیام اینجا با خورشیدی دومم که رنگش توسیه بیام چیکار کنم؟ یک سطح کاملا براق و صافی رو ایجاد کنم. معمولا پالیشینگ من اینجا دیگه با این خورشیدی دوم به اتمام میرسه. دقت بکنید که چقدر الان این دو تا دندون شبیه همدیگه شدن، تکچرها شبیه همدیگه است. ببینید که پیش آزاری به هیچ جایی نرسوندیم، همه جا داره خیلی خوب اتفاق میفته، لثه ها خیلی خوبن برای یک کار زنده ای که ما اینجا داریم انجام میدیم. و ببینید که الان چه شاین خیلی خوبی با ابزارهای ساده افتاده، ترانسلوسنسی لبه ای، شیارهایی که روی دندون ها هست کاملا مشخصه. و من گفتم که مرتب دستیارم آب میریزه، نمیذاره که دندون ها خشک بشن و نمیذاره که حرارت اونجا بالا بره. ببینید با همین تکنیک های ساده با یک ابزاری مثل مداد و خرج کردن صبر و حوصله من میتونم درمان های کاملا شبیه هم و زیبا با شکل و رنگ دلخواهم داشته باشم. پس اینجا هم میبینیم که چقدر خوب این کار داره به پایان میرسه.
در پایان تشکر میکنم از همتون، مرسی و ممنون که همراه من بودید. امیدوارم که این مبحث کمکتون کرده باشه. از همینجا هم فرصت رو غنیمت میشمارم، دعوتتون میکنم به کنگره ترمیمی امسال که 15 تا 18 آبان ما برگزار میشه. امیدوارم که اونجا ببینمتون، بتونید از کارگاه ها و سخنرانی های فوق العاده ای که اونجا هست نهایت استفاده رو بکنید. به امید دیدارتون. و از مجموعه خلیج فارس هم خیلی تشکر میکنم، مخصوصا مهندس فلکه عزیز بابت این فرصتی که در اختیار من قرار دادن. سپاسگزارم. ممنون.